شاهزاده رضا پهلوی، به گفتگو با ایران اینترنشنال خوش آمدید. در خیزش سراسری و جدید ملت ایران، زنان در پیشانی جنبش قرار دارن. حرکات جدید میبینیم، موهاشون رو قطع میکنن، کوتاه میکنن، در اعتراض و رقص میانه میدان. زنان رو در این جنبش چطور دیدید؟ من امروز به تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا که باشون دیدار داشتم دقیقا این رو گفتم که در تاریخ معاصر جهان شما شاهد اولین انقلاب زنان خواهید بود در یک کشور. واقعا چرخ و موتور اصلی اعتراضات از شروع کار که واقعا زنان مورد حمله اول این نظام بودند و الان قهرمانیشون رو شجاعتش رو میبینیم، نمودار یک جنبشی است که موتور اصلیش واقعا زنان بوده و هستند و البته امروز شوهرانشون، پدرانشون، فرزندانشون، برادرانشون دارن باشون همراهی میکنن. و جوانها، نسل دوم، نه نسل سوم، نسلی که در دوران جمهوری اسلامی بزرگ شده، اونها هم در پیشانی این جنبش در کنار زنان خیلی نقش جدی دارن ایفا میکنن. این نسل رو در این اعتراضات چطور دیدید و خطاب به اونا چه چیزی میتونید بگید؟ یک کشوری که در طول تاریخ در فرهنگش همیشه زندگی رو و خوشی رو و شادی رو دنبال میکرد، تبدیل شده به یک وضعیتی که نظام فقط ازشون شهید میخواد و شیون میخواد و گریه. این خصلت ما ایرانی ها نیست و هر آنچه این نظام خواسته به زور به کشورمون در واقع حکم بکنه یا تحمیل بکنه. امروز میبینیم که آخرین نسلهای مملکتمون، نسل امروز مملکت، به خوبی این رو نه تنها درک کرده بلکه داره نسبت بهش قدم برمیداره. برگردیم به یه چیزی که هویت اصلی ماست، نشانگر یک فرهنگ و یک تمدن هست، نشونه یک همبستگی و همسویی هست، یه همزیستی هست، چه قومی، چه مذهبی، چه جنسی، چه سیاسی. و درست نقطه مقابل آنچه که این نظام خواسته به زور به ما تحمیل بکنه. و خوشبختم که میبینم که آنچه که نسل من لااقل سالهاست که سعی کردیم مشعلدارش باشیم، امروز نسلی هست که بتونیم این تداوم رو بهشون تبدیل بدیم که آینده کشور رو بتونن به دست خودشون بگیرن آنطوری که خودشون میخوان. به نظر میاد این خیزش تفاوتهای جدی با خیزشهای قبلی داره. این تفاوتها رو در چه مواردی میبینید شما؟ مسئله فراتر از مطالبات اقتصادی یا فرض کنید بخشی از جامعه است، حالا میخواد بخش کارگریش باشه، بخش روستاییش باشه یا دیگر، واقعا شده یک کمپین ملی فراگیر. مسئله اصلا دیگه نیازی به اشاره کردن به یک شهرستان یا منطقه یا استان خاصی نیست، واقعا در چارگوشه مملکت مردم دارن از همدیگر و به یکدیگر حمایت میکنن و پشتیبانی میکنن. این واقعا در این 14 به نظر من بی سابقه است. این رو دیگه همه میبینیم و خیلی هم خوب هست که اینطور شده، چون باعث به اینجا میرسیدیم، به جایی که کل مملکت و اکثریت مردم ایران در مقابله هستند با باقی مانده حکومت در حال سقوط که البته به عنوان آخرین تیر ترکش میخواد در حد سرکوب و بیشتر پیش بردن سرکوب پیش بره، اما در مقابلش یه ملتی ایستادن ولو بی‌دفاع، ولو دست خالی، که باید تقویت کرد، باید پشتیبانی کرد. و اینجاست که بایستی واقعا جهانیان تکلیف خودشون رو با مردم ایران یک بار بر همیشه روشن بکنن، چون ما فردا یادمون نخواهد رفت در فردای پیروزی که قطعاً پیروزی از آن ملت ایران هست. حالا چقدر طول بکشه و با چه هزینه‌ای بحث دیگه، ولی من شکی ندارم که مردم موفق خواهند شد. ولی یادشون نخواهد رفت که در این لحظات خطیر کی باشون همراهی کرد، کی باشون همراهی نکرد، چه کشور خارجی باشه، چه حتی عواملی که امروز سرکوب رو انجام میدن ولی میتونن به مردم بپیوندن و اونها نیز باز تکلیفشون رو با مردم ایران روشن بکنن. راجب نیروهای مسلح اشاره کردید. شما همیشه راجب نیروهای مسلح صحبت کردید. الان هم غیر از شما کسان دیگه مثل چهرهای سرشناسی مثل علی کریمی از نیروهای مسلح خواستن از مردم حمایت بکنن. چرا اهمیت داره این موضوع؟
ببینید اصلا وظیفه یک کسی که قسم میخوره برای دفاع از خاک و مردم که جزو تعهدی است که یک ارتشی وقتی که وارد کار میشه میخوره، خب الانه که بایستی بر اساس اون تعهد وظیفه خودشون رو انجام بدن. درست است که ارتش معمولا پاسدار مملکت و مرز و بومش هست، ولی ما یه شرایطی داریم که امروز دشمن داخلی داره به مردم تیراندازی میکنه، دشمن خارجی نیست که تهاجم به سلاح مسلح میکنه. ما دشمن داخلیمون حکومتی است که مردم رو داره میکشه. حتی شما اگه وظیفه اصلیتون یه چیز دیگری باشه، امروز انصافاً به حکم وظیفه بایستی از مردم غیر مسلح و بیدفاع یه سپری باشین براشون. خدمت به ملت، دولت خدمت به ملت. ما همیشه صحبت از منافع ملی کردیم، نه مصلحت نظام. تکلیف نظام و جیره‌خواراش که مشخصه نسبت به مردم، ولی اگه میخواین با مردم و برای مردم باشید، الان وقتی است که میتونید به مردم بپیوندید. خود مردم، نه فقط من، خود مردم این رو امروز دارن ندا میدن. یعنی ما از شما نمیخوایم انتقام بگیریم، ما شما رو میپذیریم، ولی بیاین به ما بپیوندید، بکنین از این نظام، دیگه از این نظام حمایت نکنید، چون امروز دیگه موقعش تکلیفتون رو با ما مشخص بکنید. فردا نخواهیم تونست به این آسونی گذر بکنیم. فردا مسئول و پاسخگو خواهی بود در مقابل ادامه سرکوبتون به نفع نظام تا بیاین به مردم وصل بشین. این اتمام حجت زمانشه که نیروهای مسلح هم، حالا چه ارتش چه در بقیه بدنه های نیروهای مسلح، سپاه و دیگران، تکلیفشون رو با مردم روشن بکنن. اتفاقا سوال همینه. به نظر میاد که ارتش حداقل در پیامی که علی کریمی داد بیشتر مورد خطاب، بعضی انتظار بیشتری از ارتش دارن در حمایت از مردم. شما خطابتون کل نیروهای مسلح، سپاه، پلیس، ارتش، یا نگاه خاصی به حمایت ارتش از مردم دارید؟ ارتش خب نقش ویژه‌ای داره، ولی خب اگر اونهایی که بیشتر در نقش سرکوب تا به حال با نظام همکاری کردن، ولی احساس میکنن که این نظام دیگه رفتنی است و فردا بی‌پناه و در مقابل مردم جوابگو هستن، میتونن از این نظام ببرن، میتونن به مردم ملحق بشن. برای که آنچه که تضمین خواهد بود براشون در فردای فروپاشی نظام، برخوردی است که خود مردم با اونها خواهند داشت. اگه اینها این محاسبه رو تو فکرشون نکنن که این نظام ماندگار نیست، فردا باز جوابگوی مردم باشیم، اگه ادامه بدن به این سرکوب، فردا نمیتونن از اون به قول معروف صافی بخشش عبور بکنن، داستان دیگری میشه. من این رو به عنوان واقعیت عینی میگم، نه به عنوان یک تهدید، نه به عنوان یک هشدار، ولی هشدار کلی همگی ما که برای آزادی مبارزه میکنیم و توقعی که داریم از نیروهایی که اسلحه دستشون هست، اونیفرم به تنشون هست، اگه خدمت به مملکت، تشخیص بدن که مردم ایران که شهروندان و مملکت هستن خواستشون چی هست، تا نظامی که اصلا از ابتدا پایگزارش اصلا براش مهم نبود ایران چیه. اینجا امروز رسیدیم به یک نقطه عطف. امروز یک فرصت استثنایی است. اینو همه مردم هم میگن، میگن الان دیگه موقعشه. منتها ما بایستی عقلانی برخورد بکنیم، تقسیم کار بکنیم، تمام همراهی های لازم رو انجام بدیم و در مقابله با این ازدیاد سرکوبی که نظام میخواد انجام بده و به احتمال قوی خواهد کرد، فراتر از این اعتراضات خیابونی برسونی به مراحل بعدی کار، یعنی اعتصابات سراسری، یعنی کمکاری کارمندان، یعنی نمیدونم کامیونداران بیان مثلا کار خودشون انجام بدن، شرکت نفتی ها همینطور. در واقع رسیدین دیگه به مرحله راه برگشت دیگر نیست. نه نظام برای خودش راه برگشت گذاشته و مردم هم دیگه تصمیم آخر رو میخوان بگیرن. منتها احتیاج به پشتیبانی دارن، احتیاج به همراهی دارن. جوانایی که تو خیابون هستن، خانواده هاشون باید ازشون حمایت بکنن. جامعه بین المللی همینطور، ایرانیان برون از کشور همینطور. این یک پروژه ملی است به تمام معنا. یه سوالی که همینجا وجود داره اینه که مردم دارن کار خودشونو میکنن. 80 شهر بزرگ اعتراض میکنه و در هفته گذشته ما شاهد قیام در تهران هم بودیم و 25 محله تهران قیام کرده علیه حکومت، خیزش داشته. همزمان با این مردم یک سوالی دارن.
چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی چیکار می‌کنن؟ آیا به وظیفه‌شون در مقابل ملت عمل می‌کنن؟ و قطعاً همین هستش که حداقل من به سهم خودم پیگیر بودم، که خوب میدونیم که به هر حال همیشه سوال پیش میاد که یه رهبری این وسط لازم هست، یک نیروی تحویل گیرنده نهایتاً لازم هست، کسانی که از درون کشور باید امروز وارد این کار بشن. خیلی چیزها هستش که به تازگی میبینیم که سابق ندیدیم، چهره‌های هنرمند، چهره‌های ورزشی، یعنی دیگه همه دارن الان دیگه کم کم وارد میشن. یه زمانی یه عده میگفتن خب ما سیاسی نیستیم و وارد این بحثا نمیشیم، الان دیگه مسئله از این حرفا گذشته. متهم طور که گفتم این تشکل، این سازماندهی انواع اقسام کارها رو لازم داره. یه بخشی هستش باز مدیریت به روز تاکتیکی مبارزات خیابونی رو انجام بدن، فراخوان‌های لازم رو بدن، کارهای از اون رو بکنن. یه دی در فرایند همبستگی نیروهای سیاسی، یه چهره متحد اپوزیسیون برای اون دیالوگ بین‌المللی که لازم هست، که این آلترناتیو رو دنیا نیز بفهمه که چیه، نه فقط مردم خودمون که البته باید بدونن در مقابل این نظام چی میتونه جاشو پر بکنه، ولی دنیا هم نیازمند این هست. اون بخشی است که چهره‌های مورد اعتماد مردم، نیروهای سیاسی با همکاری خودشون میتونن در این لحظه اون قسمتی که هنوز مجهول هست و لازمه به عنوان تکمیل کل این جریان، فراتر از کف خیابون، اون راهنمایی، اون راهبری یا اون رهبری و نمایندگی مردم ایران رو بتونن شروع کنن به انجامش، که شرط اصلیش این زمینه همکاری و تشکیل این مکانیزم‌های حمایت از اعتراضات یا کمیته مثلا همبستگی از لحاظ از نظر هماهنگی، و این دقیقاً کاری است که داره بهش همزمان پرداخته میشه، که امیدوارم این ضرب العجل رو تمام این دوستان خوب درک بکنن و بهش پاسخ خوب باشم. و اگر برداشتم صحیح باشه، شما این یک کار جمعی میبینید بین چهره هایی که در بین ملت صاحب نفوذ و اعتبار هستن، همینطوره؟ ببینید، ما یک کشوری هستیم از هر لحاظ متکثر من جمله سیاسی، و برای همینه که نمیتوان نتیجه و راه حل رو فقط از یک زاویه یا از یک دریچه ذهنی یا سازمانی یا حزبی ببینیم. واقعا یک تقسیم کار و کار مشترک لازم هست، چه در حال و البته در درازمدت آینده کشورمون. پلورالیسم به مفهوم اخص کلمه در عمل در هر فازش، برای اینکه شما نمیتونید بگید که کلیت مملکت فقط از یک جریان استقبال میکنه یا به حرف یک جریان توجه میکنه. ممکنه انواع اقسام این نفوذها و گرایش‌ها و اعتمادهایی که وجود داره رو از جریانات مختلف ببینیم. خب اگه اینا بتونن با هم کار بکنن، اون وقت پوشش کلی به کل مملکت میده، تقسیم بندی حزبی و سیاسی به وجود نمیاد. ما ممکنه در فردا تفاوت‌های سلیقه‌ای سیاسی داشته باشیم در فرض کنید برنامه‌های اقتصادی و سیاسی دولت‌های آینده، ولی در این مرحله برای نجات کشورمون ما واقعا یک اجندای مشترک داریم، از هر گرایشی باشیم، در باب البته سکولار دموکراتیکش و حقوق بشریش و کسانی که به اون اصول اصلی تمامیت ارضی ایران و البته حکومت مستحکم بر مردم، یعنی واقعا سیستم پارلمانی و به مشارکت و خواست نمایندگان مردم، و در اون جهت فکر کنم این نیروها امروز میتونن ما برای فقط یک اظهار نظر مشترک، کار مشترک بر اساس پروژه مشترک، و مهمترین چیز حمایت از این نهضت‌هایی که امروز در مملکت می‌بینیم، که اون راهبری، اون خلأ رو بتونه پر بکنه و پاسخگوش باشه، چه در این مرحله مبارزه، چه در تحویل گرفتنش پس از فروپاشی این نظام. یکی از این کارها تعاملات بین‌المللیه. شما در قبل هم فعال بودید، الان هم به نظر میاد واکنش‌های بین‌المللی به این خیزش متفاوت از گذشته است. شاید اگر یک سال قبل بود این واکنش‌ها نبود. این واکنش‌های بین‌المللی رو چطور می‌بینید و فکر می‌کنید که خودتون و بقیه چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی الان به لحاظ بین‌المللی باید چیکار کنن؟ ببینید، تمام مشکلاتی که دنیا متحمل شده در نتیجه اتفاقی بود که 40 سال پیش تو کشور ما افتاد، و نتیجه این حکومت باعث شد که از مسائل پناهجویانی که الان سرازیر شدن به سمت اروپا، خیلی مسائل دیگری که ممکنه مثلا از در نتیجه بحران آب حتی پیش بیاد که اضافه بکنه به این تعداد، که یکی از مشکلاتی است که الان کشورهای اروپایی علل خصوص باش مواجه هستند، خب این روند رو میشه کاملا برعکس کرد. اگه وضعیت تو کشورهایی مثل ایران انقدر بد نبود که این همه آدم
دنبال پناهجو شدن نمی‌رفتن یا در نتیجه این حکومت سوریه‌ای، عراقی و دیگران. و دقیقاً این یکی از نکاتی بود که امروز به این نمایندگان پارلمان اروپا میگفتم که خب یکی از دغدغه‌های شما اینه. خب شما اگه بیان کمک بکنید به آزاد شدن مردم ایران، دلیلی نداره که دیگه بیان پیش شما پناهنده بشن. ضمن اینکه خودتون تشخیص میدید که اکثر این افرادی که امروز تو کشور شما پناهنده شدن قابلیت‌های کلانی دارن. اغلبشون دکترن، مهندسن، به هر حال آدمای تحصیل کرده ای هستن. همشون که فقط یک مهاجر پناهجوی اقتصادی که نیستن که. و این اون سرمایه انسانی است که ایران داره در خدمت کشور خودش، به شرطی البته که در اون مملکت یه حکومت دلسوز، یه حکومت مردمی و سالم باشه که بشه اون وقت تمام این سرمایه ها رو در خدمت به ایران که به نفع خودشون هست به وجود بیاریم. در آن واحد مسئله تهدید اتمی یا بلکمیلش یا مسئله این بلکمیل انرژی که خب آقای پوتین فردا شیر گازو ببنده چی خواهد شد زمستونی که در پیش است. ایرانی که هنوز ما سرمایه گذاری در گاز خودمون نکردیم که میتونه بهترین منبع به صلاح انرژی باشه، این بازی های به صلاح چی میگن بلکمیل های سیاسی رو هم از بین میبره. منتها شما همچنان اصرار دارید با یه حکومتی که نه از نظر اصول، نه از نظر دیدگاه اصلا شباهتی داره با ارزش‌هایی که در دنیای آزاد که ایرانی‌ها هم برای خودشون میخوان، حقوق بشر، برابری، تمام این تبعیض‌های جنسی یا نژادی یا مذهبی که به کلی از بین خواهد رفت، خب کاملا قضیه رو معکوس میکنه. این هم به نفع مردم ایران هست، هم به نفع خودتون. منتظر چی موندین؟ بزرگترین فاکتور تغییر در ایران خود مردم ایران هستند که الان هستن تو صحنه دست خالی. شما هنوز نگرانید که فلان نماینده ایران اگه اومد با یه خانوم دست نده یا بده، یا اینکه میخوان جواب ژیناها رو بدید فردا که ما به شما پشت کردین زمانی که به ما نیاز داشتین. شما هم باستی تکلیف خودتون رو با مردم ایران روشن بکنید. بنابراین بیاین و در عمل نشون بدید که درک میکنید، مردم ایران هم بفهمند که دنیا بی تفاوت نیست، دنیا هم برخورد جدی داره میکنه. و صد البته برای وارد شدن صحبت مردم ایران بایستی بتونن یه نمایندگی رو در خارج از کشور برای ارتباطات بین المللی ببینن. اینجاست که هر چقدر بیشتر این همکاری سیاسی به وجود بیاد، اون وقت فلان نماینده مجلس فلان کشور میدونه با کی طرفه به عنوان آلترناتیو به نظام. چون یکی از به اصطلاح ایراداتی که میگیرن این هستش که ما نمیدونیم طرف مقابلمون کی هست، چون هنوز اون وسعت هماهنگ اپوزیسیون رو نمیبینیم و حق دارن این ایرادو بگیرن. اون دیگه وظیفه ما هست که هماهنگ بشیم و به همین دلایل هستش که من میدونم که اگر ما بتونیم این کارو درست انجام بدیم، امروز جهان استقبال خواهد کرد، چون خودشون خوب فهمیدن که با این نظام نمیشه کنار اومد، همیشه گرفتاری ایجاد خواهد کرد حتی اگه ما باشون قرارداد ببندیم و دراز مدت نیست و ثبات نخواهد داشت، تا اینکه بیایم با دولت‌های قرارداد ببندیم که واقعا خواست مردم اون کشور هستش و اونجا خیلی از دراز مدت محاسبه دقیق‌تری میخواد. ولی تمام این بحثا و بستگی مستقیم پیدا خواهد کرد در تمام مواردش به این همسویی و همکاری نیروهای سیاسی، چه در درون کشور و چه در خارج از کشور، وگرنه در سطح شعار فقط باقی خواهد موند. ما دیگه فراتر از مسئله شعار و هشتگ هستیم، باید واقعا شروع کنیم به اقدام کردن. همیانانمون بدونن که واقعا من روز و شبم همیشه این بوده و هست، ولی به شکل معجزه آسا هیچ اتفاقی نمیتونه بیفته. باید یک اراده ملی و یک تصمیم گیری مشترک امروز ما رو از این ور رودخونه برسونه به اون ور رودخونه. هیچ کسی هم به تنهایی قادر به انجام این کار نخواهد بود. بایستی دست به دست هم بدیم و این کار رو انجام بدیم به سود مملکت، که کمتر کشته بدیم، کمتر هزینه بدیم و زودتر به آزادی برسیم. و سوال ما قبل آخر، مردمی که الان در خیابان‌ها در ایران هستن میخوان ببینن که چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی موقعی که اونها رو الان دارن نگاه میکنن و اونا حرفاشون رو میشنون چه حرفی بهشون دارن. شما حرفتون به ملتی که الان در خیابان برای سرنوشتش می جنگه چیه؟
به خودشون باور داشته باشن، به انگیزه و غریزه طبیعی انسانی و فکریشون اعتماد بکنن. این نظام همیشه سعی کرده شک و تردید و منفیگرایی رو ترویج بده. من فکر کنم عامل اعتماد کار داره، وقت میخواد پرورشش، ولی نهایتاً جامعه احساس آرامش و امنیت میکنه که یک احساس امنیت کلان رو نه فقط در انتظاری که از یک دستگاه حکومتی یا دولتی دارن داشته باشن، بلکه در برخورد بین خودشون، در رابطه بین خودشون. این اعتماد و همکاری ملی است که میتونه این اعتماد رو به وجود بیاره و اون وقت انگیزه ها به شکل متفاوتی در میان. امروز چیزی که مردم ایران دارن نشون میدن با دست خالی همین هوشیاریشون هست و به هم رسیدنشون و به همدیگه اعتماد به نفس دادن که وانمیدن جلو دشمن، هوای همدیگه رو دارن و اینجوری میتونن آیندش رو بسازن. این خیلی فاکتور مهمی است، خیلی فراتر از چیزی که من بتونم بگم یا کسی دیگری بتونه بگه. خودشون بس به مهم میرسیدن که رسیدن خوشبختانه، و این نقطه کلیدی است. همطور که گفتم هیچ چیزی به شکل معجزه‌آسا پیش نمیاد، ولی همه چیز برمیگرده به خواست و درک خودمون مردم، که در ابتدای صحبتمون اشاره کردین به نسل امروزی. واقعا نسل امروزی کاملا به این مرحله رسیدن. مسئله دیگری نیست که بدونن چی میخواهن، مسئله بیشتر برشون هستش که آیا میتونیم بهش دست پیدا بکنیم. توانمند کردن این نیروها، حمایت کردن از این جوانان، پشتیبانی های لازم، راهنمایی های لازم، آن چیزیست که وسیلهی خواهد بود برای موفقیت کاملشون در این رشته. اینجاست که بایستی این کمپین ها واقعا تقویت بشه و طبعا کسانی که میتونن از نظر راهبردی که تا به حال تو صحنه نیامدن، بخش زیادیش هم نیروهای فکری و به اصطلاح اینتلیجنسی های مملکت هستش که اونها نیز امیدوارم دیگه امروز وارد کار بشن و کمک بکنن به مدیریت این گذار از این حکومت، واقعا بتونن این وسایلش رو فراهم بکنن. این یا نقطه کلیدی است برای ایجاد اطمینان به یک آیندهی بهتر و یه چیزی که میتونه کنترل شده به دست بیاد. و این از دید جهانی هم خیلی مهم هست که این بهانه‌ای که رژیم همیشه آورده که ما بریم کنفیکون میشه یا ایران سوریه میشه یا فلان میشه، این حرفا دیگه نیست، بلکه نه، مردم در فردایش فروپاشی نظام خوب میدونن چی میخوان و نمایندگانشون هم دارن که این کار رو به عمل برسونن. و سوال آخر، در اعتراضی که به حضور رئیسی در نیویورک شد، فرزند شما نور پهلوی هم حضور داشت. من هم یه دختر دارم همسن و سال دختر شما، نسلی که یا در خارج از ایران متولد شده یا در خارج از ایران بزرگ شده ولی به شدت ایران رو دوست داره و سرنوشت ایران براش مهمه. به عنوان یه پدر این حضور رو چطور دیدید؟ ببینید، هر بار یه اتفاقی از این قبیل افتاد، بدون اینکه من اصلا بهشون بخوام چیزی بگم یا اصلا ازشون چیزی بخوام، خودشون داوطلبانه گفتن بابا من میخوام برم جلوی اون برنامه اعتراض خودم و سهم خودم رو ادا بکنم. زمان جنبش سبز این کار رو کردن تو همین شهر واشنگتن، در این مورد سازمان ملل. بچه ها که جدا نیستن از واقعیات کشورشون، کما اینکه هیچ وقت تو مملکت نبودن، ندیدن، تجربه‌ای که من داشتم و نداشتن یا همسرم. ولی خب این یه چیزیست که ناخودآگاه هست، حتی تو نسلی که هیچ وقت پاشو تو مملکت نذاشتی. نمیدونم چی هست تو این ایرانی بودنمون که آخر سر هر چه که باشیم هیچ وقت اون رو از دست نمیدیم. این انگیزه، این ارتباطیه، نمیدونم چجوری واقعا براتون تعریفش بکنم. اگه طبیعی نبود که مسلماً این نبود که بگم برو انجام وظیفت رو بکن، خودش خواست. ولی خب اون یک حالت جالبی بود، برای اینکه واقعا میگم یه شرایط خاصی است که همه دیگه عکس‌العمل دارن نشون میدن. مسلما ما هم از نظر یک خانواده ایرانی سهم و وظیفه خودمون داریم، نه به خاطر هیچ نوع مکلف بودن، بلکه داوطلبانه و به خاطر احساسات قلبی که به کشورمون داریم. بچه های من هم دارن طبیعتا.
شاهزاده رضا پهلوی، ممنونم از گفتگوتون با ایران اینترنشنال. سپاس از وقتی که به من دادید. خیلی